درود میگم به بینندگان فارسی زبان در سراسر گیتی که برنامه های جنبش رنسانس ایرانی رو دنبال میکنن و همینطور خوش آمد میگم به بانو آرتمیس اهورا. بانو آرتمیس جان، خوش آمدیم به برنامه امشب، در خدمتون هستم. سپاسگزارم ازتون بانو افسانه گرامی، درود بر شما و درود بر همه بینندگان و شنوندگان این برنامه در هر کجای جهان که هستند، فارسی زبانان یا ایرانی تباران. سپاسگزارم از حضورتون. بانو آرتمیس عزیز، جستار این برنامه در مورد رویاروی فرهنگ ایران شهری با نگرش و باور اسلامی هست. برای خیلی ها، خیلی از بینندگان و حتی ایرانیان عزیز این پرسش پیش میاد که مگر فرهنگ ایران شهری با دیدگاه اسلامی یا همون نگرش اسلامی چه فرقی داره؟ سپاسگزار میشم اگر که در این مورد توضیح. سپاس از شما بانو افسانه گرامی. بله، تفاوتی که نگاه ایرانی و نگاه اسلامی داره خیلی خیلی با هم زیاده. شاید 7-8 تفاوت اساسی داره و میتونیم حتی بگیم تفاوت نیستن، بلکه شاید 180 درجه رویارویی یا تقابل دارن این دو نگاه با هم. برای اینکه ما بتونیم کلن برابری یا مقایسه‌ای بکنیم بین این دو نگاه یا جهانبینی کاملا متفاوت، نخست باید هر کدوم از این دیدگاه ها رو بشناسیم، یعنی بدونیم هر کدوم از این دیدگاه ها اصلا چی میگن و بر چه مبانی استوار شدن تا بتونیم بفهمیم که چرا اینا با هم متفاوت هستن. بزرگترین تفاوت نگاه ایران شهری و نگاه اسلامی از خود واژه آفریننده در هر کدوم از این بینش ها یا جهانبینی ها آغاز میشه. در نگاه اسلامی آفریننده جهان یا همون الله یک مفهوم مطلقه، یک چیزی است که در واقع همه توانایی ها و قدرت ها در دست اوست برای ساخت و اداره مطلق همه چیز و اختیار مال و جان و روان و همه آنچه که در هستی هست کنترلش در دست اوست و برای شما بکن نکن میکنه و برای شما در واقع فرمول چیده برای همه چی. به عبارت دیگه از نظر الله انسان کلن موجودی خطاکاره که از بهشت رانده شده، اشتباه کاره و نادانه و باید برای هر یک کلامی، نفس کشیدنی، کوچکترین گامی که میخواد توی زندگیش برداره دستورالعمل صادر کنه و نسخه بپیچه. در این حالم این آفریدگاری که بند افرادی رو آفریده، نام آفریده هاش رو گذاشته بندگان. بندگان یعنی کسانی که باید تابع مطلق دستورات الله باشن و هر کاری که انجام میدن برای خوشنود کردن یا رضایت اون الله باشه و اگه اون الله خوشش نیاد از اون کارهایی که بندگانش میکنن اونها رو عذاب میده و با خشم و در واقع کینه و شتاب، یعنی به شدت اونها رو سزا میده یا مجازات میکنه و این الله در واقع حالت انگار خیلی عصبانی و خشمگینی هم داره، چون سزای کار بد رو یا کار بد هم منظور کاریست که خدا یا اون اللهشون خوشش نمیاد، سزای اینو داره. توی قرآن هم اونجا که میبینید همه جای قرآن نوشته شده با سرب مذاب و آتش و شکنجه های بسیار وحشیانه و خطرناک و غیر انسانی اینها رو عذاب میده به اصطلاح. و در تناقض کاملا آشکاری با این که بنده کلن خطاکاره و بنده کلن انسان در واقع زیر دستی است که باید براش بکن نکن بکنه، در این حال هم برمیگرده و اون رو در یک بخشی از قرآن اشرف مخلوقات نامیده. اما نگاه ایران شهری چگونه است؟ در نگاه ایران شهری ما ایرانیان باور داریم از دوران اشرو زرتشت با واژه‌ای به نام اهورامزدا آفریدگارمون رو می‌نامیم. اهورامزدا، اهورا یعنی دانایی، دانش، و مزدا از زیادی میاد، یعنی بزرگترین یا داناترین دانایان. کسی است که از همه دانشش و در واقع آگاهی‌هاش بیشتره. یعنی ایرانیان بر این باور بودن اگر بناست کسی آفریننده این جهان باشه، از همه
داناتر باید باشه که تونسته اینقدر جهان رو با هنجارهای منظمی ایجاد بکنه و همه این هستی روی قوانین فیزیک و شیمی و ریاضی و زیست شناسی داره میچرخه که ایرانیان اون رو اشا مینامیدن، یعنی اون سیستم هستی، اون سیستم منظم و منضبطی که در هستی هست. و چون ایرانیان به دانش باورمند بودن، هیچ وقت انتظار نداشتن که این هستی بدون دانش داره اداره میشه. از این روی هم آفریننده این جهان باید از همه داناتر باشه که همه این دانش ها رو داشته که تونسته یک همچین هنجار منظم و دقیقی در هستی ایجاد بکنه. از سوی دیگه در باور ایرانیان اون آفریننده قدرت مطلق رو نداره، بلکه ایرانیان باور داشتن اهورامزدا امشاسپندانی رو در زیر دست خودش ایجاد کرده که این امشاسپندان سه تاشون مردن و سه تاشون زنن. در واقع این شش امشاسپند سمبل تمام نیکی هایی هستن، هر کدومشون بخشی از نیکی های هستی رو به عهده دارن. مثلا وهومن اندیشه نیکه و سمبولیست، یعنی مثل یک فرشته نیستن امشاسپندان، روح هستی هن. این بخشی از روح هستی است که مربوط میشه به اندیشه های نیک انسان ها و اندیشه های نیکی که در جهان یا در همه هستی وجود داره. خب پس سه تا از اینها زنن، سه تا از اینها مردن، یعنی باز برابری کاملی بین زن و مرد ایرانیان باور داشتن. و از سوی دیگه چون اهورامزدا میاد و در واقع تقسیم نیرو میکنه با امشاسپندان، این نشون میده که این فروزه ها میتونن قدرت رو تقسیم بکنن، یعنی اون مثل الله نیست که همه چیز دست خودشه، کنترل همه چی هم دست خودشه و قادر مطلق. رو دیدین که ویژگی هایی که از الله هست، قادر و جبار و قسام و قهار و تمام اینها واژگانی است که برای الله در قرآن به کار رفته که نشون دهنده یک نیروی مطلقی است که همه چی تو دست خودش داره میچرخه، در حالی که باور ایرانیان زرتشتی از دوران زرتشت بر این هست که اهورامزدا نه تنها امشاسپندان را آفریده و قدرت رو تقسیم کرده، بلکه نگاه اهورامزدا و هدفش از آفرینش انسان اینه که دست و پایی روی کره زمین و در این عالم هستی برای خودش ایجاد کنه که همکاری کنه برای بهتر کردن و سازندگی هستی، یعنی جهان رو جای بهتری کردن، سازندگی های بیشتری کردن. بنابراین در نگاه زرتشتی انسان برده و بنده و زیر دست اهورامزدا نیست، همکار و همراه و همگام اهورامزدا در ساختن هستی است. ببینید چقدر این نگاه فرق میکنه. در این حالی که یعنی هم انسان در باور ایران شهری و در آیین زرتشت پرسشگر میتونه باشه، محقق میتونه باشه و مثل با اون نگاه اسلامی که تحت هیچ شرایطی شما اجازه ندارین شک کنین، اجازه ندارین بپرسین، اجازه و هر پرسشی و هر گونه شکی مجازات داره، یعنی به جرم ارتداد میتونن شما رو اعدام کنن. دقیقا حالا به اونم من کاملا میرسم که باز تفاوت هایی که بین نگاه ایرانی و نگاه زرتشتی است یک بخشش همونه. ببینیم برای این که پس گفتیم که در نگاه ایرانی اهورامزدا یعنی دانای دانایان، کسی که از همه داناتر این جهان آفریده، در نگاه اسلامی الله که فقط قادر و جبار و قهار و قسام و همه این چیزاست و کنترل همه جهان دستشه، در نگاه زرتشتی تقسیم قدرت داریم بین این فروزه هایی به نام امشاسپندان که اینها بخش هر کدوم بخشی از روح هستی هستن و بخشی از نیکی های آفرینش رو هدایت میکنن، در حالی که در اسلام تقسیم قدرتی وجود نداره، همه چیز فقط توی دست الله میمونه. بعد در نگاه زرتشتی گفتیم که انسان برده و بنده اهورامزدا نیست، بلکه همراه و همگام. در نگاه اسلامی برده و بنده است و بایستی هرچی که الله گفته بدون کم و کاست انجام بده، وگرنه اگر خدا خوشش نیاد میبردش به جهنم و بدترین شکنجه ها و بدترین عذاب ها رو بهش میده، در حالی که در نگاه زرتشتی چنین چیزی نیست و اهورامزدا در هیچ جای باور زرتشتی بنا نیست انسان ها رو بزنه و بکشه و از موآوزون کنه و سرب مذاب بریزه و بسوزونتشون، و این اتفاقات قرار نیست هرگز برای انسان بیفته در نگاه ایرانی.
بعد حالا میرسیم به اون جایی که شما میگین. در نگاه زرتشتی ما خوب و بد داریم، نیک و بد داریم. انسان اگر نیکی میکنه برای نفس نیکیست، نه برای خوش آمده اهورامزدا. انسان در نگاه زرتشتی میگه راه در جهان یکیست و آن راه راسته. انسان بنابه ارزش نیکی و راستی است که نیکی و راستی رو میکنه، نه برای خوش آمد و بد آمد اهورامزدا یا آنگونه که در نگاه اسلامی هست برای رضایت الله. هر کاری که میکنه مهم نیست کار خوبه یا بده، فقط باید کارهایی رو بکنه که رضایت الله جلب میشه. ولی ایرانیان برای نفس نیکی نیکی میکنن و از بدی برای نفس بدی، برای ذات بدی پرهیز میکنند و دوری میکنند. و برای همینم در نگاه زرتشتی ما باور داریم اگه شما میخواین زندگی خوبی بکنین، میگن راه در جهان یکیست و آن راه راسته، بنابراین بایستی بار راست به منزل میرسه، بار کج به سرمنزل مقصود نمیرسه. و شما برای اینکه زندگی آرام و روشنی داشته باشید باید نیکی کنید. بنا نیستش که برای رضای خدا کار نیک انجام بدید. برای اینکه خودتون زندگی خوب و روشنی داشته باشید و به سرمنزل خوشبختی و آرامش و شادی در زندگی خودتون برسید، بایستی راه راست و نیکی کردن رو در واقع پیشه بگیرید. و این ببینید چه تفاوت بزرگی است. اونجا برای رضای خدا شما کار، برای رضای الله کار خوب و باید انجام بدید، کارهایی رو باید بکنید که الله خوشش بده. اینجا نه، کار نیکو برای این میکنید که خودتون بهتر زندگی کنید و دیگران بهتر زندگی کنن و خوشبختی به جز در سایه نیکی و راستی به دست نمیام. که ما میبینیم هر کس که بدبخته در این جهان و مصیبت هایی که میکشه همش نتیجه اشتباهات خودش و خطاهای خودش و بدی هایی که خودش انجام داده، راه اشتباه و راه بد گزیدن، در زندگی خود تباهی ایجاد کردن، در زندگی دیگران تباهی ایجاد کردن، موجب میشه که ما جهنمی برای خودمون و زندگیمون درست بکنیم. اگر شما راه نیک داشته باشید و دیگران هم در راه نیک خودشون زندگی کنن، همه ما میتونیم با هم خوشبخت باشیم و هر کدوممون در زندگیمون شخصا آرامش داشته باشیم. تفاوت دیگری که ما داریم در نگاه زرتشتی و نگاه به اصطلاح اسلامی اینه که ایرانیان باور دارن انسان آزاد آفریده شده و آزادی گزینش داره. شما بر اساس این آزادی گزینش میتونید بین راه نیک و بد برای زندگیتون برگزینید. انتخاب های زندگیتون یا گزینه هایی که روی میز شما هست در زندگیتون رو خودتون برمیگزینید و این آزادی گزینش در اسلام اصلا وجود نداره. اسلام از تسلیم میاد. شما باید تسلیم محض آنچه باشید که خدا در قرآن گفته و دستوراتی که خدا صادر کرده، که الله منظورم هست، اللهی که هر چی که در قرآن گفته شما باید عین اون مو به مو بدون اینکه خودتون از خودتون آزادی گزینش داشته باشید انجام بدید. نمونش حجاب، نمونش سیستم زندگی، پوشش، نمونش چی بخوریم و چی بیاشامیم که برای شما دونه به دونه در اسلام و قوانین اسلامی گذاشته شده. الکل نخورید، خوک نخورید، اینو نخورید، اونو نخورید، گوشت نمیدونم حیوانات دریایی رو باید بخورید که فلس داشته باشن، چی بپوشید، چی بخورید، چه کار کنید، چگونه زندگی کنید، چگونه خمس و زکاتتون رو بدین، چگونه نمیدونم کارهای امور زندگیتون، برای همه چیتون فرمول پیچیدن. در حالی که در باور زرتشتی ما چیزی به نام احکام اصلا نداریم. بکن نکن کردن ما نداریم در گاتها و در زندگی انسان ایرانی. انسانهای ایرانی چون آزاد آفریده شدن و آزادی گزینش دارن، باید خودشون با خرد و عقل خودشون گزینش کنن و راه زندگیشون رو انتخاب کنن و هر گونه راهی انتخاب کردن منتظر عواقب گزینش خودشون هم باشن. اگر راه خطا انتخاب بکنید منتظر باشید که به نتیجه نرسید، سر و کارتون بیفته با سیاهی و تباهی و زندان و خلاف و مکافات های دیگه در زندگیتون. و اگر راه درست انتخاب میکنید، گزینشتون با راه درسته، میرید و به سرمنزل مقصود زندگیتون میرسه. بنابراین فرمول برای شما در آینه زرتشت و نگاه ایرانی و فلسفه خردگرای ایرانی فرمول زندگی نذاشتن.
و از این روی هم شما همیشه نو به نو هست زندگیتون. چرا؟ برای اینکه شما با زمان و مکان پیش میرید. شما امروز یک گزینه هایی در زندگیتون دارید که 500 سال پیش نداشتید. امروز بین چیزهای دیگری باید گزینش کنید که 1000 سال پیش در زندگی انسان ها اصلا وجود نداشته. ولی اگر شما بخواید مسلمان باشید، شما همه فرمول زندگیتون رو باور دارن که در 1400 سال پیش پیچیدن و شما امروز که هیچی، در 2000 سال بعدم باید با قوانین 1400 سال پیش الان که به الان میشه 1400 سال پیش، 2000 دیگه 2000 سال دیگه میشه 3400 سال پیش، یعنی شما همواره باید بر اساس همون قوانین عهد دقیانوس زندگی کنید، در حالی که در باور زرتشتی شما روز به روز رشد میکنید. شما میتونید گزینش کنید هر زمانی بنا به موقعیت اون زمان، اون مکان، اون عصر، اون دوران، اون گزینه هایی که پیش روی شما برای هر دوران هست میگزینید و زندگیتون رو میکنید. از سوی دیگه تفاوت دیگری که نگاه ایرانی و نگاه در واقع ایران شهری داره با نگاه زرتشت در رواداری است. ایرانیان به طور تاریخی روادار هستند. رواداری یعنی چی؟ یعنی اینکه من باور دارم فقط من رو این کره خاکی نیستم، دیگرانی هم هستن و هر کدوم اینها این آزادی رو دارن که گزینش کنن شیوه زندگیشون، شیوه به اصطلاح اندیشهشون، باورشون و هر چیزی در زندگیشون، و من چون که این آزادی رو برای خودم قائلم، برای سایرین هم قائلم، تا جایی که انتخاب من، شیوه من، گزینش من و زندگی من به سایرین و به اجتماع و به دیگران آسیبی نزنه و آزادی های دیگران رو پایمال نکنه و محدود نکنه. این تفاوت بزرگ در نگاه ایرانیان هست، ولی اسلام چنین چیزی رو باور نداره. رواداری اصلا معنا نداره در باور اسلامی. چرا؟ برای اینکه اسلام اعتقاد داره فقط سیستمی که قرآن گفته و پیامبر اسلام گفته و سوی خدا، همین سیستم فقط برای زندگی کار میکنه و سیستم دیگه شما اگه دارید، هم شما محدور و دمی، هم من میتونم به شما حمله بکنم و هم من میتونم امر به معروف و نهی از منکر بکنم، که شما دارید میبینید در کشورهای اسلامی در همه جای جهان امر به معروف نهی از منکر وجود داره، و چون اینو گذاشتن توی قوانین اسلامی هست و خدای الله اونها گفته، در نتیجه من میتونم هیچ نوع رواداری به هیچ کس که غیر از مدل اسلامی فکر کنه نداشته باشم. من میتونم به شما حمله کنم، به زور به سر شما بکوبم، بگم باید روسری سرت کنی، باید چادر سرت کنی، باید الکل نخوری، باید به این شیوه زندگی کنی، باید روزی 5 نوبت نماز بخونی. شما غیر مسلمان حق ندارید در جامعه اسلامی من زندگی کنید، و اگرم باشید حق ندارید، کاباره وجود نباید داشته باشه در یک جامعه، موزیک حرامه، هنر حرامه، رقص حرامه و هر چیز دیگری که قوانین اسلامی ممنوع کرده در جامعه اسلامی ممنوعه، و من میتونم هر کس که عدول بکنه از این سیستم اسلامی تو سرش بزنم و حصل فیزیکیش کنم، بندازم زندان، گردنش رو بزنم. کما که میبینید در فرانسه به خاطر اینکه یک معلم میره تو مدرسه اسلام رو نقد میکنه یا پیامبر رو نقد میکنه، گردنش رو تو کوچه میبرن. یعنی این نشون میده که اسلام سر سوزنی رواداری نداره نسبت به هیچ عقیده و اندیشه و سیستم زندگی دیگری غیر از سیستم خودش، و هر کی هم غیر از اون باشه در جامعه اسلامی کاملا میتونه حذف بشه. برای همینه که شما میبینید در جامعه اسلامی شلاق میزنن، سنگسار میکنن، چشم در میارن، دست میبرن، پا میبرن، افراد رو دار میزنن و هزار جنایت دیگه میکنن، و هر جا هم که حمله میکنن برای کشورگشایی و صدور به اصطلاح اسلام، نمونهشو در طالبان دیدین، نمونهشو در داعش دیدین، نمونهشو در القاعده دیدین، که چه جنایاتی هر جا اینا میرسن انجام میدن، و همه آنهایی که غیر از اونها فکر میکنن یا زندگی میکنن رو حذف میکنن. برای اینکه اصلا در اندیشه اسلامی رواداری وجود نداره، در حالی که در ایران و اندیشه ایرانی یک امپراتوری بزرگی که در نصف جهان متمدن آن روز رو در بر میگرفت ایرانیان داشتن و ملتهای دیگر غیر ایرانی زیر اون حکومت، زیر اون امپراتوری زندگی میکردن به صلح و صفا. مسیحیان بودن آن زمان،
یهودیان بودن، بوداییان بودن، حتی کسانی که مهرپرستان بودن، اونهایی که خورشید رو باور داشتن و مهرپرست بودن، و هر کس با هر اندیشه، با هر شیوه، با هر زندگی که دلش میخواست زندگی میکرد، با هر اعتقادی، با هر زبانی، با هر اندیشهی، با هر سیستم زندگی. و ایرانیان هرگز دیگران رو در محدوده جغرافیایی به اصطلاح ایران شهر بزرگ یا امپراتوری ایران آن زمان آزاد میذاشت و حقوق برابر داشتن اینا، یعنی چه زرتشتی بودن چه هر باوری داشتن، حقوقشون در برابر قانون و زیر چتر امپراتوری ایران یکسان بود. چه زن بودن، چه مرد بودن، چه پیر بودن، چه جوان بودن، چه ایرانی بودن، چه انیرانی بودن، همه میتونستن با رواداری کاملی که اندیشه ایرانی داشت، نگاه ایرانی داشت، با هم زندگی کنن. و هرگز هم شما نمیدیدی در ایران حمله کرده باشن به کسانی غیر از مثلا باور زرتشتی یا باورهای ایرانی، بزنن، بکشن، بگیرن، زندان کنن، اموال مصادره کنن، حذف فیزیکی کنن، زن و بچه هاشون رو بگیرن، کنیز کنن. هرگز چنین چیزی در هیچ تاریخی، نه تاریخ نویسان شرق، نه تاریخ نویسان غرب، نه حتی تاریخ نویسان مسلمانی که پس از اسلام هم تاریخ نویسن، ایرانیان چنین نگاهی، چنین اندیشه‌ای نداشتن. بنابراین این هم نبود رواداری یکی از بزرگترین تفاوت‌های نگاه ایرانی است با نگاه انیرانی اسلامی. حالا میرسیم به اندیشه ایران شهری، نگاهش به حکومت چگونه بوده. ایرانیان میدونیم که ما باور داشتیم چیزی به نام فر وجود داره برای یک شاه یا یک حاکم، و چون نگاه ایرانیان و سیستم حکومتی ایرانیان در دیرباز تاریخ پادشاهی بوده، پادشاه باید یک فری داشته باشه. فر از سوی اهورامزدا و خدا و این و اون داده نمی شده. فر یک ویژگی بوده که بایستی شاه داشته باشه. و چه این ویژگی از چه تشکیل شده بوده فر؟ نخست خرد، یعنی شاه باید خردمند باشه. دوم دادگری، یعنی شاه باید دادگری داشته باشه. و اگر این دوتا رو انجام نمیداده، شاه نداشته، مثلا شاه دیوانه میشده، ممکن بیماری روحی پیدا میکرده، یا از جنبه دادگری و دادگرانه رفتار کردن خارج میشده، اون وقت مجلس مهان کشور، مهان یعنی بزرگان، بزرگان نه به خاطر اینکه ثروتمند بودن، یعنی خردمندان، دانایان، دانشمندان، کسانی که در کار خودشون خبره بودن، حالا اگه در سیاست بودن، اگه در کشورداری بودن، اگر در نمیدونم سیستم دیوان سالاری بودن، در خزانه داری کشور بودن، حساب و رسی ها رو میکردن، یا در هر بخش دیگه که بودن، یا نمایندگانی بودن از خبره ترین و داناترین و بزرگترین افراد از نظر با صلاحیت ترین ها. اینا ما همیشه در ایران مجالسی داشتیم که این مهان یا بزرگان و استخوندارها اونجا میشستن و نظارت میکردن بر کار شاه. و اگر شاهان ایران اتفاقی براشون میافتاد که ممکن بود کار غیر خردمندانه بکنن و منافع کشور به خطر بیفته یا بیدادی انجام بدن، اینها میتونستن اونو بکشونن به دادگاه و مؤاخذه کنن و بازخواست کنن و اجازه دفاع از خود هم به شاه داده میشد که بیاد اونجا توضیح بده که چرا این کار رو کرده یا چرا اون کار رو نکرده. از این روی در اندیشه ایرانی هر کسی قابل نقد بوده، حتی بزرگترین مقام یک کشور که شاه بوده، که شاه فقط شاه ایران هم نبوده، میدونیم که شاهان ایران شاهنشاه بودن، شاه شاهان دیگر بودن، شاه حکمرانان دیگر بودن و کشورهای زیادی علاوه بر خود ایران ساتراپی های بسیاری میومدن زیر پوشش ایران بزرگ بودن و اونا هر کدوم بر خودشون شاه محلی خودشون ممکن بود داشته باشن، مثل ارمنستان، مثل بخش‌های دیگری از دورتر در مرز چین، مثل بخش‌های دیگری مثلا گرجستان یا بخش‌های دیگر که اینها ممکن بود حکومت‌های محلی کوچکتر داشتن ولی زیر پوشش امپراتوری ایران بزرگ بودن، که ما میدونیم تا بخشی که اکنون اسرائیل کنونی هست و ما بابلون اون موقع بود، بابل اون موقع بود، زیر پوشش ایران بزرگ بود که در دوره هخامنشیان میدونیم رفتن به بابل و یهودیانی که اونجا زیر ستم نمرود بودن آزاد کردن. و اون بخش هم، یعنی سرزمینی که قوم بنی اسرائیل زندگی میکردن، امروز اسرائیل و فلسطین کنونی است، زیر پوشش امپراتوری ایران قرار گرفت. همه اینا برای خودشون حکومت‌های محلی خودشونو داشت.
داشتن، اونا بخشای از ایران نبودن ولی زیر امپراتوری ایران بودن و خراج میدادن به ایران و یعنی تکس میدادن، در واقع مالیات پرداخت میکردن و زندگی میکردن و از همه مواهب پشتیبانی و حمایت ایران هم برخوردار بودن و اگر اتفاقی میافتاد ارتش ایران میرفت بهشون کمک میکرد، کشور به اینا حمله میکرد، اگه مشکلاتی پیش میومد پوشش حمایتی ایران رو داشتن. بنابراین این اتفاق در کشورهای اسلامی هرگز نمیافتاد. چرا؟ برای اینکه شما میبینید که در قانون اسلام اصلا خدا قابل نقد و پرسش نیست، حتی پیامبرش نیست، حتی امامانش نیستن. اصلا واژه معصومیتی که ما داریم در اسلام یعنی شما نزدیک نمیتونی بشی به نقد هیچ کدوم از اینا، از اللهش گرفته تا پیامبر اسلام تا امامانش و بعدش هم که میبینید ولی فقیه و بقیه نمایندگان خدا در زمین، اینا هیچ کدوم حق نداره کسی علیهشون حرف بزنه. دقت بکنید در جامعه اسلامی ایران، در عربستان، در کشورهای دیگر اسلامی شما اجازه دارید از شاه عربستان در عربستان نقد بکنید؟ اصلا اجازه ندارید. شما اجازه دارید از امام جمعه ها در کشورهای دیگه نقد بکنید؟ کشورهای مسلمان اصلا اجازه ندارید. اجازه دارید که امامان رو زیر سوال ببرید، گردنتون رو میزنن بر علیه پیامبر اسلام یک کلام کسی حق داره حرف بزنه گردنشو میزنن. بنابراین شما میبینید که تفاوت جامعه ایرانی چه اندازه با جامعه اسلامی و نگاه اسلامی زیاده. در جامعه ایرانی انقدر ایرانیان خردمند بودن که حتی میگفتن ما چی سر و من معصومیت نداریم، شاه هم ممکنه خطا کنه، ممکنه اشتباه کنه، اون هم یه انسانه و ما میتونیم، اون مجلس مهان باید بازخواست بکنن از شاه. شما هرگز همچین چیزی رو همین امروزش در ایران کنونی شما اجازه دارید برید حرف بزنید، دیدین که تا دو کلمه حرف میزنید انتقاد میکنید، میشی چی؟ محارب با خدا، محارب با حکومت، تشویش اذهان عمومی علیه حکومت، حرف زدن بر علیه رهبر، حرف زدن بر علیه امام جمعه، بر علیه اسلام و میگیرن از زندگی شما رو امروز میندازن. میبینید که میندازن تو زندان، اعدامتون میکنن، شکنجه میکنن، خانواده هاشون رو بدبخت میکنن و میبینید که در جامعه اسلامی چه اندازه این دوگم بودن و مغز بسته و خفقان و استبداد شدیده. نکته دیگه، در نگاه ایران شهری همه چیز منطقی و خردمندان است. شما در هیچ کجای اندیشه های زرتشت و فلسفه زرتشت نمیبینید که بگن عجی مجی لا ترجی معجزه شد. اصلا چنین چیزی مثل عجی مجی لا ترجی در باور ایرانیان وجود نداشته. یعنی ایرانیان هرگز باورمند نبودن که ما اتفاقات غیر عادی وجود داریم، مثل ادیان سامی، مثل ادیان مثلا یهودیت، مسیحیت یا اسلام، که پیغمبر این معجزه رو که مرده زنده شد، کور بینا شد، نمیدونم موسی عصاش رو زد رود نیل شکافت، اینا رد شدن، مار نمیدونم عصاش تبدیل به مار میشد، اون تبدیل به این میشد، معجزه این بود، معجزه اون بود. از این داستان ها و خرافات در باور زرتشتی هیچ جا نمیبینید. شما اثری هیچ جای نگاه ایرانی از معجزه و عجیم عجیلا ترجی نمیبینید. همه چیز منطقی است و خردمندانه است و دانشه و ایرانیان هیچ وقت باور نداشتن که کاری که ما انسان ها نمیتونیم بکنیم الان یک معجزه از زمین تالاپی میفته زمین و اون امکان ناشدنی شدنی میشه. شما نگاه کنید هیچ جای اندیشه های زرتشتی در هیچ جای اوستا شما نمیبینید که بیان باور داشته باشن یک نوحی مثلا هست، یه مش حیوان و آدم رو میرزه رو کشتی، معجزه میکنه، میبره میذاره بالای کوه، بقیه مردم دنیا رو آب میبره، اینا میان پایین. شما همچین داستان های تخیلی در هیچ کجای باور زرتشتی و نگاه ایران شهری نمیبینید و هر جا هر چی میبینید از ساخته دست انسان به عنوان همراه و همکار و یار و یاور اهورامزدا در روی زمینه. یعنی میگن ایرانیان اجازه دارن سازندگی بکنن و هر چیزی رو با خردشون، اندیشهشون، دانششون و دستهاشون میتونن در روی کره زمین بسازن، بدون اینکه منتظر باشن از اون بالا اهورامزدا امروز این معجزه رو برشون بکنه، فردا اون یکی معجزه رو بکنه و در نتیجه هیچ چیزی هم برای رشوه خواری وجود نداره. ببینید در باور اسلامی پارتی بازی اصلا نهادینه شده. شما علت که میرید امام مثلا به مقبره مثلا میگم میرید کربلا سر قبر مثلا امام حسین، یا پا میشین میرین نجف،
یا پا میشیم میریم مثلا مکه و مدینه و اینها برای قبر این و قبر اون. علت این که میرین اونجا یا تو مشهد میرین سر قبر امام رضا یا میرین امامزاده های دیگه، حالا راست و دروغ اصلا کدوم اینا هستن کدوم اینا که 99 درصدش هم همشون دروغه، ولی کاری نداریم. میرید اونجا، این که گردنبند و گوشبراتون رو در میارید میندازید تو حرم و شفاعت میخواین چیه؟ این یعنی غیر از پارتی بازی یعنی چی؟ یعنی شما داری میری پول میدی رشوه میدی به این امام که تو برو پیش خدا شفاعت کن که بچه من خوب بشه، یا من برام شوهر پیدا بشه، یا من برام کارم را بیفته، یا مریض من شفا پیدا بکنه، یا مثلا نمیدونم این کنکور من قبول بشه. شما داری میری رشوه میدی. اصلا علت این که مردم پا میشن میرن این بر اونور این زیارتگاه ها هم تو چنگ چنگ پول دارن برداشت میکنن از تو این حرما، یعنی که شما داری قانونا در اسلام پارتی بازی وجود داره. تو برو پارتیت میشه امام، امام میره شفاعتشو میکنه، بعد برای این شفاعتی هم که امام داره میکنه شما داری پول میدی بهش، یا طلا میدی یا پول میدی یا اینو میدی یا اون. اما در نگاه ایرانی شما اصلا چنین چیزی وجود نداره. شما به هیچ جا نمیری رشوه بدی که اهورامزدا کاری برات بکنه، به هیچ مرکزی شما رشوه نمیدی برای اینکه کارت را بیفته. و اگر هم شما میری در آتشکده دهشمندی میکنی، دهشمندی برای کمک به بینوایانه، یعنی مردم میرن در آتشکده پول میدن برای اینکه هزینه های نگهداری مستمندان در بیاد و یا مثلا امور اون آتشکده انجام بشه، مثلا در اون آتشکده مراسم برگزار بشه. شما میری اونجا شیرنی پخش میکنی تو آتشکده. اگه شما زرتشتی باشید و رفته باشید در مراسم زرتشتی، میدونید که هیچ کس در هیچ جا رشوه‌ای به اهورامزدا نمیده برای اینکه کارش را بیفته. و این از بزرگترین تفاوت هاست. برای همین هم شما در نگاه ایرانی خودعه نداری، نیرنگ نداری، تقیه نداری، دروغ نداری، دروغ مصلحت آمیز وجود نداره. در نزد ایرانیان زشت ترین کار دروغ بوده و دروغ رو پایه و بنیاد تمام سیاهی ها و تباهی های زندگی انسان ها و جهان میدونن. میگن پایه اصلی همه تباهی ها از دروغ و ناراستی آغازین، از گفتار نادرست و دروغ و ناراست اولیه شروع میشه. بعد شما میرید به سوی بقیه تباهی ها و سیاهی ها، گام های بزرگتر بزرگتری میتونید برداری برای بدی و ایجاد سیاهی و زشتی. اما در اسلام که در باور اسلامی ببینید تمام خوشی ها رو برای افراد یک جامعه اسلامی ممنوع کردن اگر که اشتباه نکنم، و فقیری و گدایی و توی توی دستی زندگی کردن یکی از چیزایی که این نگاه اسلامی یا هم باور اسلامی خیلی تبلیغش کنه. میگه شما توی این دنیا تا میتونید نخورید، زشت باشین، چه به قول من حالا کلمات ترکی به کار برم، کثیف باشید، کاری نداشته باشید. حالا میگن که گفتن نمیدونم پاکیزگی نشانه ایمان است، که اصلا همچی چیزی خود بکنم بعدها اینا آوردن اضافه کردن خیلی دیگه زشت. دقیقا همینه نگاه های ایرانی رو که کردن تو اسلام شیعه، همه رو همش مردم رو حواله میدن به اون دنیا. شما این دنیای هم بدبختی رو مصیبت و بعد هزار تا نکبت رو تحمل کنید، در دنیای دیگه پاداشش رو از خدا از الله میگیرید. حالا جالبه جالبه بانو افسانه، کاملا اینو درست میگی و این از همون تفاوت دیگر نگاه ایرانی و اسلامی در میاد. ایرانیان به طور ذاتی باورمند بودن باید شادزیستی کنن. برای همینم هم در تاریخهایی که هرودوت نوشته و گزنفون نوشته، نوشتن ایرانیان شادزیستترین ملت جهانن. ما هر ماه یک تا دو جشن داشتیم، منهای نوروز، منهای چهارشنبه سوری، منهای شب چله، منهای دیگه. هر ماه ما به خاطر نام روز ماه و نام روز به اصطلاح هفته
با هم هماهنگ شده، مثلا روز مهر از ماه مهر جشن مهرگان گرفت میشه. ما هر ماه این جشن ها رو داشتیم، گاهنبارها رو هم داشتیم و رویدادهای دیگه و پایکوبی و جشن های دیگه هم داشتیم. ما ملت بسیار شادزیستی بودیم، خیلی خوش زندگی کردن رو بلد بودیم و توی این جشن و دور هم جمع شدن هامون هم از حال هم دیگه خبر میشدیم و به دیگران کمک میکردیم، دهشمندی میکردیم، خانهایی پخش میشده، سفرههایی پهن می شده و همه دور هم جمع می شدن به خوردن و نوشیدن و پایکوبی مشغول می شدن. اما در نگاه اسلامی ما چنین چیزی اصلا نداریم. شما در نگاه اسلامی، بهتون گفتم، رقص حرام، موسیقی حرام، شادی و همه آن چیزی که اسمش هنر نامیده میشه به طور کلی در اسلام، همونجور که نقاشی حرام، مجسمه سازی، شما اصلا در اسلام اینها رو حرام دارید. میدونین که نباید از کسی تصویر بکشید، نباید از کسی تندیس بسازید، اصلا تمام اینها حرامه. نگاه ایرانیان 180 درجه از این نظر با نگاه اسلامی فرق میکنه. اسلام اعیادش بسیار محدوده و بسیار هم خشنه. مثلا عید قربان، شما خون میریزین، میلیون ها حیوان رو قربانی میکنید، اسمش هم هست عید. و عیدهای اسلامی هیچ کدومش پایه زیبایی ندارن. مثلا عید فطر، شما گرسنگی که میکشید بعد از تموم شدن اون ماه رمضان، اسمش عیده. چرا؟ چون یه ما نخوردین، حالا میخورین. خب ایرانیان اصلا باور نداشتن شما باید نخورید. ایرانیان اعتقاد داشتن که اصلا انسان اگر غذا نخوره چیز تحت عنوان روزه ایرانیان ندارن. ایران شهری نگاهش اصلا اعتقاد داره که نخوردن به شما آسیب جسمی و روحی میزنه و شما اصلا نباید همچین چیزی باشه که به خودتون ستم بکنید و به بدنتون آسیب بزنید، بلکه در هفته مثلا دو روز در هفته رو اعتقاد داشت، دو روز در ماه رو اعتقاد دارن روزهای نبر، که نباید گوشت یا سر حیوانی بریده بشه و گوشتخواری در دو روز در ماه رو زرتشتیان نمی کنن. البته در باور خود زرتشت اصلا حیوان خواری و گوشتخواری وجود نداشته، زرتشت بزرگ خودش گیاهخوار بوده. اینقدر نگاه داشتن که نبایستی خونی بی خودی به زمین بریزه و حیوانات روی کره زمین هم حق زندگی دارن و نبایستی به خاطر ما انسان ها اینها کشته بشن و خورده بشن. اما کاری نداریم، حالا اگرم امروز زرتشتیان دیگه گیاهخوار نیستن، ولی دو روز در هفته یا دو روز در ماه رو میگذارن به عنوان روزهای نبر و در این روزها گوشت نمیخورن. ولی ما چیز ندارم، روزه نداریم که یک ماه گشنگی بکشیم و بعد بیاین حالا در پایان اون عید فطر، یعنی چی؟ یعنی بخور 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 خودتو بکش. و ببین اصلا عیداشون هم معقول نیست، عیداشون هم عید نیست، جشن و سرور و پایکوبی نیست و همش ایراد داره و همش بده. یا مثلا ما اون عید قدیری که شیعیان باور دارن، اصلا سنی ها عید قدیر ندارن، میگن اصلا همچین چیزی نبوده، پیامبر اگرم که اومده باشه گفته، که میگن این ساختگیه، نه اصلا واقعیت نداشته، عید قدیری نبوده بیان دست علی رو بگیرن بالا هر کس مولای من، همچین چیزی اصلا نبوده. مولا هم معنی نمیداده که هر کس بعد از من علی به جای من میشینه، مولا یعنی آقایی، هر کس که منو دوست داره علی رو پس از من دوست داشته باشه، مولا از این میاد. و اینو شیعیان برداشتن کردن که نه، محمد گفته که بعد از خودش باید علی بشه خلیفه، که نشد. و سنی ها میبینیم که باور ندارن و بعد از پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان آمدن و شدن خلیفه مسلمین و بعد از همه اونها علی آمد و شد خلیفه چهارم. بنابراین میبینید تمام اینها متضاد با نگاه ایرانی. میدونین همین که ما ایرانیان شاد زیستیم و دین اسلام، در دین اسلام همه این چیزهایی که پایه و مایه شادیه و پایکوبیه و شاد زیستیه ممنوعه. رقص اصلا، رقص یعنی چی؟ زن بیاد پایکوبی کنه؟ ابدا. می نوشیدن اصلا، نمیدونم، دور هم بودن، پایکوبی، شادی، هر کس هر رنگی میخواد بپوشه، رنگین پوشی، یا نمیدونم دور هم جمع شدن به هلهله و پایکوبی، اصلا این چیزا که اصلا همش حرامه در اسلام. شما نمیتونی، زن اصلا وجود نداره، زن باید در پشت برقه و هزار پوشش اسلامی در یه گوشه بشینه، اصلا بیاد بیرون میگساری، این حرفا اصلا گناه در اسلام. برای همینم میبینید چه اندازه نگاه ما با نگاه اسلامی تفاوت داره. یکی از مهمترین دیگر تفاوت‌هایی که نگاه ایرانی داره با نگاه اسلامی، در نگاه ایرانی ما چیزی تحت عنوان وجدان داریم. وجدان در باور ایرانیان خونده می‌شده، نامش بوده دعنا.
دعینا یعنی چشم درون، از دعینا از دیدن میاد، دعینا و دین از اون گرفته شده، بینش. ایرانیان هنگامی که میگفتن ما دعینا رو باور داریم، یعنی دید درونی، وجدان، آگاهی درونی، انصاف درونی خودمون. ایرانیان برای نیکی رو برای نیکی میکردن و از بدی برای نفس بدی پرهیز میکردن. اما در نگاه اسلام به جای این وجدان تقواست. تقوا یعنی خدا ترسی، یعنی شما خوبی رو برای خوبی نمی کنی، بدی رو برای بدی ازش دوری نمی کنی، بلکه به خاطر ترس از الله که شما باید کاری نکنی یا کاری رو بکنی. و ببینید چقدر تفاوت هست بین نگاه ایرانی و نگاه اسلامی. یعنی وجدان جایگزین میشه با تقوا. و حالا شما اگه آدم با تقوایی هستی، الزاما معنی این نیست که آدم خوبی هستی یا نه، یعنی اینکه شما خیلی خوب خدا ترسی، از اون الله میترسی و هر کاری میکنی برای خوبی یا بدی نی، برای اون رضای الله یا ترس از الله. و این یکی از بدترین چیزهایی است که وقتی شما در باور اسلامی میگین فلانی با تقواست، این اصلا به این معنی نیست که آدم خوبیه، این به این معنی است که خیلی خیلی خوب از خدا میترسه. ببینین تفاوتش چیه؟ ولی در انجام میدن، میدونی بله. خدا الله با تمام اینکه الله رو یک موجود خونخوار و انتقام جو معرفی کردن به بنده هاش، با این وجود اینا همه از اون خدا هم نمیترسن. شما دارید میبینید که چجور اونایی که حاجی هن و نمیدونم خیلی دم از دین و از اسلام میزنن چه جنایت هایی رو مرتکب میشن. نمونه شما الان تو کشور خودمون با خامنه ای، قد قبلترش خمینی، و الان کسایی که وابسته دار فیناسی شدیدن تاکید دارن بر اجرای احکام اسلامی در میهن. همون چون میخوان مسلمانان خوبی باشن، دقیقا نمیتونن هیچ وقت ایرانیان خوبی باشن، چون شما یا باید قوانین اسلامی رو رعایت کنی، امر به معروف بکن، نهی از منکر بکن، مردمو بگی با یه روسریشون رو زمین بکشون، بنداز تو ماشین، کتکشون بزن، ببرشون کمیته، بهشون بگو که مثلا نمیدونم چرا لباست اینه، چرا رفتارت اینه. همه این خشونه، یا مردم که شلاق میزنن، یا مردمی که میندازن زندان، افرادی که گردنشون رو میزنن به خاطر توهین به مقدسات اسلام، تمام اینها به خاطر اینکه شما اگه میخوای مسلمان خوبی باشی باید همه این کارا رو بکنی، و در نتیجه اگه همه این کارا رو میکنی اون وقت تو دیگه نمیتونی ایرانی خوبی باشی. یعنی شما اگه بخوای ایرانی باشی باید همه این کارهایی که این مسلمین میکنن اصلا نکنی، و خیلی از کارهایی که اونا نمیکنن رو تو باید بکنی. از این رو هست که ما همیشه میگیم نگاه اسلامی، نگرش ایرانی با نگاه اسلامی با هم 180 درجه فاصله دارن، روبروی همن. اندیشه های ایران شهری یا نگاه ایران شهری 7 پایه مهم داره. نخستینش خرده، که در اسلام اصلا خرد معنی نمیده. دومینش داده، که اصلا باز در اسلام داد با عدل دو معنی متفاوتن. بهتون گفتم دادگری یعنی این که شما به همه نگاهت یکسان باشه، قانونت برای همه یکسان باشه. نگاه اسلامی خودی و ناخودی داره، بین مسلمان و غیر مسلمان تفاوت هست. شما میتونی بری غیر مسلمان اموالشو بگیری، زن و بچهشو ببری بفروشی، بردشون بکنی، مصادره کنی، این کارهایی که داعش میکرد کارهای اسلامیه. عدل الهیه برای غیر مسلمان اصلا حق زندگی قائل. آفرین. بنابراین عدل بنابراین عدل اسلامی تفاوت داره مفهومش با داد ایرانی. داد ایرانی یعنی همه انسان‌ها یکسان، همه نگاهتون به انسان‌ها یکسانه، حقوق انسان‌ها یکسان. ما نمیگیم همه انسان‌ها یکسانه، ما آدم باهوش داریم، آدم خنگ داریم، آدم نمیدونم کارا داریم، آدم بیکفایت داریم، آدم مثلا نیکنهاد داریم، آدم بدزاد داریم، هزار مدل انسان در دنیا هست، ولی همه اینا حقوقشون با هم برابره. یعنی اگه شما مثلا یه حقوقی تو این کشور گذاشتن برای من، با شمای مسیحی، با شمای بیدین، با شمای فلان، همه باید در برابر قانون یکسان باشیم و همه حقوق هم برای هممون باید یکسان باشه. ولی اصلا عدل الهی، عدل اسلامی این معنی رو نمیده. خودی و ناخودی میکنه، مسلمان و غیر مسلمان میکنه، زن و مرد میکنه، شیعه و سنی میکنه، در همه بخشش تبعیض وجود داره. بنابراین گفتم اولین مفهوم ایران شهری خرده، که در اسلام مثلا وجود نداره خرد. دوم داده،
که اصلا در اسلام وجود نداره، سوم آبادسازیه که اصلا در اسلام وجود نداره. مسلمانان هر جا رفتن همه چیز رو سوزوندن و خراب کردن و داغون کردن و نابود کردن و سنگ زدن و آتش زدن و از بین بردن، در حالی که ایرانیان وظیفه دارن در کنار اهورامزدا آباد کنن جهانو، سازنده کنن جهانو، درخت بکارن، زیبا کنن، آموزش بدن، آموزش بگیرن، بالندگی پیدا کنن خودشون، کشورشون و همه جهان. و این نگاه ها ببینید چقدر فرق میکنه. آزادگی در فرهنگ ایرانی وجود داره. آزادگی یعنی آزاد اندیشی و سر جلوی ستم فرود نیاوردن و دروغ نگفتن به خاطر ترس از کسی و مخفی نکردن واقعیت به خاطر ترس از کسی، در حالی که در اسلام شما نمیتونی آزاده باشی. اولا که آزادی گزینش هم نداری، آزادگی حرف زدن هم نداری، حق هم نداری اصلا نقد بکنی، باید تسلیم باشی، آزادگی معنی نمیده. بعدم سرتو باید فرود بیاری، خودعه کنی، تقیه کنی، دروغ مصلحتی بگی. تمام اینا با مفاهیم آزادگی ایرانی در تضاد 180 درجه است. و از سوی دیگه ایرانیان روادارن، رواداری در فرهنگ ایرانی جز اندیشه و منش ایران شهری است، ولی در اسلام مثلا رواداری گفتم وجود نداره، حذف غیر خودی وجود داره و هیچ کس دیگر غیر از خود، چون اینا روادار نیستن به زندگی کنه، کار کنه. و شد به اینترنت قطع شد الان. من صدای منو داری؟ آرچه میشون قطع شده بود. آره من داشتم اینو گفتم، گفتم پس رواداری در اسلام وجود نداره که گفتیم در ایرانیان وجود داره. در اسلام فقط اسلامه و مسلمینه و غیر از اون به هیچ کس و هیچ اندیشه دیگری رواداری ندارن. و بعد دهشمندی که در اندیشه ایرانیان وجود داره، دهشمندی فقط به معنی پول دادن به دیگران و کمک مالی کردن برای کارهای نیکوکارانه در جامعه نیست، که اون هم یه بخششه. اما دهشمندی یعنی این که من اگر که فنی بلدم، من اگر کاری میتونم بکنم، از اون حرفم، از اون امکانم، از اون تخصصم استفاده بکنم در راه کمک به دیگران در اجتماع. یعنی مثلا اگر من وکیلم، چند ساعت در روز یا در هفته یا در ماه وقتمو بذارم خدمات رایگان ارائه بدم. اگه من یک مثلا دفاع رزمی بلدم، وقتمو بذارم برای بچه‌هایی که دوست دارم بیان از خودشون ورزش یاد بگیرن و دفاع رزمی یاد بگیرن، یا کسان دیگه که میتونن فنی رو از من یا استفاده کنن از تخصص و دانش و نیروی من. بنابراین دهشمندی هم ما داریم که در میگم در اسلام همش از شما دارن میگیرن، خمس بده، زکات بده، پول بده، اینو بده، اونو بده، حق امام بده، حق امام جمعه بده، به مسجد بده، به امامزاده برو پول بریز، و همش دارن از شما میگیرن چیز داد. و من دهشمندی اصلا در اسلام وجود نداره، فقط گرفتن وجود داره، دست بگیر دارن. شادزیستی هم آخرین اصلی است که در اندیشه ایران شهری وجود داره، که گفتیم در اسلام اصلا همونجور که خودتونم اشاره کردی وجود خارجی نداره. شادزیستی، گریه کردن و تو سر خود زدن و نمیدونم اینها باید وجود داشته باشه. و بعدم شادیه هایی که در اسلام وجود داره همش به نوعی خشونت و نهادینه کرده در خودش، مثل عید قدیر، مثل چه میدونم عید فطر، عید قربان و اینها، که هیچ کدوم به شادی و شادزیستی و جشن و پایکوبی و میگساری و رقص و آواز ربطی نداره. بنابراین هنگامی که بانو افسانه میگیم که ما باید اگر میخوایم ایرانی باشیم نمیتونیم مسلمان باشیم، به هنگامی که شما مسلمان خودتون رو میدونید نمیتونید هویت ایرانی داشته باشید، این فقط در حد یک حرف نیست، به خاطر اینکه بنیاد اندیشه و منش و ارزش‌ها و ضد ارزش‌های ایرانی متفاوت با بنیاد اندیشه و منش و ارزش و ضد ارزش اسلامی. و این آیین وارداتی میبینیم 1400 ساله در ایران هست و همواره زندگی دوگانه ایرانیان داشتن تا موقع، هر زمانی که اسلام بر این حکومت، بر ایرانیان حکومتش قوی بوده و نیرومند بوده، ایرانیان فقط به عنوان راه فرار استفاده کردن و زندگی دوگانه‌شون رو دارن، در اجتماع، در خیابون، در ادارات، در زندگی بیرون از خانه به گونه‌ای دیگر، در زندگی‌های درون خانه‌شون،
نگاهاشون ایرانیه. ما عروسیامون مختلطه، شادی داریم، پایکوبی داریم، رقص داریم، آواز داریم، میگساری داریم، دوست داریم با هم دیگه، ما ملت مثلا با هم دیگه باشیم، با هم بریم بیان. نگاهمون چقدر برابره؟ ما اکثر خانواده هامون این نگاه اسلامی رو ندارن. برای همینم هم هست خیلی ها موقعی که میبینید در ایران میخوان وصیت بکنن، وصیتشون اینه که بین دختر و پسر اموالمون یکسان پخش بشه. ولی کسانی که باور اسلامی داشته باشن که چنین چیزی نیست، باید بگن چی؟ به پسرمون دو برابر دخترمون ارث برسه. در حالی که من در خیلی از خانواده ایرانی میبینم هیچ تفاوتی، نگاه ایرانی اینه، هیچ تفاوتی بین پسر و دختر نمیذارن، هیچ تفاوتی بین دختر و پسر در دانشگاه رفتن، در شغل پیدا کردن، در خانه خریدن، در ازدواج کردن تفاوتی قائل نیستن. ولی نگاه اسلامی کاملا برخلاف اینه. باید شما در نگاه اسلامی یا توی زندان خانه پدری باشید، بعد از ازدواج منتقل بشید به زندان خانه همسر. باید با اجازه پدر در فرهنگ اسلامی شما درس بخونید، شما کار بکنید. اگه پدرتون اجازه نده، شما میتونید از در خونه پاتون هم حق ندارید بیرون بذارید. و همین گونه است در زندگی با شوهرتون. شما وقتی وارد فرهنگ در فرهنگ اسلامی نگاه میکنید، در کشورهای عربی همسایه و کشورهای مسلمان دیگه، زن افغانی اصلا جرأت نفس کشیدن نداره بدون اجازه شوهرش، زن پاکستانی همینطور، زن عربستانی همینطور، زن عراقی، زن سوریه‌ای. در همه کشورهای اسلامی شما چی می‌بینید؟ کاملا شهروند درجه دو بودن زن رو می‌بینید. ولی ایرانیان این حالت رو ندارن. 60% سهمیه دانشگاه‌های ما رو دخترها می‌شینن، 40% پسرها. این نشون میده که ما ایرانیان هرگز حتی 1400 سال اسلامی نتونسته اون بینش و اندیشه ایرانی ما رو ازمون بگیره، حتی اگه کمرنگش کرده، حتی اگه اجازه ظهورش رو نمیدن با این قوانین اسلامی در اجتماع. ولی خود ما ایرانی ها میدونیم و تونستیم 1400 سال مراسم ایرانیمون رو نجات بدیم، در خونه هامون انجام بدیم، در اجتماع. هنوز که هنوز مردم ایران بزرگترین جشن ملیشون نوروزه، هنوز که هنوز بزرگترین جشن های ملیشون شب چله است، چهارشنبه سوریه، جشن مهرگانه. هنوز که هنوز ما داریم بر اساس ارزش های ملی و هویت ایرانیمون زندگی میکنیم. ما هنوز که هنوزه داریم عروسی هامون رو چگونه میگیریم. ما عروسی جدا فقط تو این خانواده های ممکنه خیلی مذهبی، خیلی دیگه اسلامی، یا اونایی که سرشون یه جورایی با آخر حکومته، ببینید که برن زنا جدا با چادر بشینن، مردا جدا. و برای همینم هم شما دارید میبینید که اندیشه ایران شهری با اندیشه اسلامی هیچ وقت با هم جمع نمیشن. درست. سپاسگزارم بانو آرتمیس عزیز. فکر کنم برنامه امشبمون هم تموم شد و از اینکه خیلی شفاف و واضح توضیح دادین این مسائل رو، واقعا سپاسگزاری میکنم ازتون. امیدوارم که مردم ما، البته همونجوری که این حکومت اسلامی در طول این 43 سال باعث شده که مردم خیلی از مسائل پی ببرن و بدونن که اسلام واقعا همینه. در بر داعش ببینید، داعش که حمله کرد زنان ایزدی رو، پشت مرداشون رو کش، زناشون رو بردگی گرفت و اصلا میفروختن تو بازارهای بصره. همین الان طالبان دوباره شروع کردن، چون میدونین طالبان پشتونن. در افغانستان یک قوم زندگی نمی کنن، ازبک و تاجیک و پشتون و افغان زندگی می کنن و اینها همه قبایل متفاوتن. پشتون ها همین امروزه در افغانستان دارن زنان تاجیک و ازبکی رو که می گرفتن در قسمت هایی که رفتن گرفتن، اینها رو شروع کرده بودن می فروختن از مرز پاکستان دختران و زنان. به هم کلام خدا قرآن مجیدشون دارن عمل میکنن. این همینه، مردم ما امروزه باید واقعا به این احساس شرمندگی و شرم کنن که بگن ما مسلمانیم. وقتی که تو این قرن دارن میبینن که این جماعت مسلمان چجوری دارن سر میبرن و خوشحالن. الان دیگه دوربین هست و همه چیز ثبت میشه و چجوری دارن دخترای ایزدی، دخترای زنای ایزدی رو چجوری دارن داشتن تو بازای بصره میفروختن. زنای طالبان الان، دخترای طالبان چجوری دارن فرار میکنن. اینا درست. همینه اسلام 1400 سال پیش بسیار وحشتناک‌تر از امروز. آفرین. تازه شما ببینید در هزاره سومش که فیلم و دوربین و تصاویر ثبت میشه،
این هستن، شما ببینید در 1400 سال پیش که اعراب بیابانگرد وحشی بودن، بی سواد مطلق، در روی اسب و شتر حمله می کردن به ایران زمین، شما ببینید چه شوک فرهنگی مردم ایران آن زمان پیدا کردن، مردمی که اندیشه هاشون برای همین امروز مترقی ترین هاست در جهان و قابل از همه جای جهان، نه تنها قابل برابری، حتی برتر اگر که ما برگردی به اندیشه ایران شهریمون. ببینید 2000 سال پیش، 1400 سال پیش چه اندازه برای جهان اون روز مترقی بودیم که هیچ جای جهان به پامون نمی رسید و پسترین و عقب مانده ترین ملت های جهان چگونه حمله کرده بودن با شمشیر آخته، و این انسان هایی که امروز قیافه هاشون انقدر وحشتناک شما در طالبان و داعش می دیدید، ببین اون موقع اینا چه چهره هایی داشتن که بهداشتی هم نبود و در بیابان ها اینها سال به سال حموم نمی رفتن، دندون نداشتن، اون قیافه های بدوی وحشتناک و ترسناکی که اینا حمله کرده بودن به ایرانیان، ببین چه شوکی، چه لحظات شکنجه های وحشتناکی رو مردم ایران، نیاکان ما، پدران و پدر بزرگان و جد آباد ما تجربه کردند، و این برای شما امروز داره ویژوالایز میشه، امروز شما اینو به صورت آدیو ویدیو دارین میبینین. اون زمان ببین چه گذشت بر مردم ایران و چگونه ما نابود شدیم. و واقعا اگه مردم ها یه مقایسه بکنن، بگن ببینید دقیقا همین صحبتی که شما الان داری میکنه، ببینید الان اینا این هستن 1400 سال پیش اینا چقدر وحشیتر و خونخوارتر و بدوی‌تر بودن. و ما مطمئنیم، بانو برزیم مطمئنن مردم ما، خب این 43 سال به قول دکتر کسروی ما یک حکومت به آخونده به دکار بودیم و واقعا این 43 سال باعث شد چشم و گوش ملت ما باز بشه و بفهمن که اسلام در طول 1400 سال چقدر اومده و سیاهی کشیده رو اون همه روشنایی که ما وجود داشته و با هم همگی اون آگاهی و اون بیداری که لازمی یک زندگی دوباره یک نوزایی هستش تو ایران به وجود بیاریم و بتونیم برگردیم به اصل، چیزی که من همیشه میگم، به ریشه خودمون و به اصل خودمون. سپاسگزارم از حضورتون، اگر صحبتی در پایان دارید. سپاسگزارم از شما، از توجهتون خواهش میکنم کسانی که این برنامه ها رو میبینن به آگاهی دیگران برسونن، کانال یوتیوب جنبش رنسانس رو پیگیر باشید، در شبکه‌های اجتماعی کلاب هاوس، توییتر، اینستاگرام پیگیر باشید برنامه های ما رو، در تلگرام هم هستیم و این برنامه ها رو هم خودتون ببینید، هم به دوستان آشنایانتون معرفی کنید که گام موثری انجام بدیم در روشنگری و آموزش جامعه. سپاس از همگی شما، پاینده ایران. سپاس از شما بانو آرتمیس عزیزم، سپاس از حضور بدرود جاوید شاه، پاینده ایران.